آیا می دانید؟ سلام، من مدیم. امروز میخوام برم یه پیاده روی طولانی و قشنگ. شما رو نمیدونم، ولی وقتی خودم میرم پیاده روی طولانی دوست دارم یه چیزایی با خودم ببرم. شما چی میبری؟ من یه کمی خوراکی دارم. یه سیب آبدار و یه نوشیدنی. آب گازدار که خیلی دوستش دارم. از صداش خیلی خوشم میاد. میبینین وقتی در بطری رو باز میکنیم چطور حبابا میان بالا؟ ولی این حبابا چطوری رفتن توی آب؟ میدونین آب گازدار چطور عمل میکنه؟ بریم ببینیم. چطور کار میکنه؟ آب گازدار. برای اینکه نشونتون بدم آب گازدار چطور درست میشه، به یک کارخونه آب گازدار اومدم که روزی حدود 2 میلیون بطری آب تولید میکنه. آبو قبل از اینکه بره توی کارخونه و گازدار بشه، توی این مخزن‌ها ذخیره میکنن. اما این آب از کجا میاد؟ آب از این چشمه میاد که توش آب بارون هزارها سال زیر زمین جمع شده. میاد به سطح زمین و با لوله به کارخونه فرستاده میشه. میره توی یه چیزی به اسم سردکن. سردکن آبو سرد میکنه تا قبل از رفتن توی بطری خنک و گوارا بشه. آب توی سردکن این شکلیه. بدون گازه. یعنی هیچ حبابی توش نیست. مثل این یکی گازدار نیست. پس آب بدون گاز چطوری گازدار میشه؟ وقت حباب رسیده. این دوتا مخزن آب بدون گاز و گازدار میکنن. به این مخزن میگن مخزن کربوناسیون. کار این مخزن اینه که یه گازی به اسم دیوکسید کربن رو با فشار وارد آب میکنه. اینجوری کار میکنه. توی آب یه گازی به اسم اکسیژن هست. برای گازدار کردن آب باید اکسیژن رو ازش بیرون بیاریم. توی مخزن یه صفحه فلزی سوراخ‌دار هست، مثل یه الک. سوراخ‌هاش اونقدر کوچیکن که وقتی آب با فشار از توشون رد میشه، گاز اکسیژن در میره و از راه یه دریچه که توی سرپوش مخزنه میره بیرون. خداحافظ اکسیژن. حالا که اکسیژن جدا شده، میتونیم آب گازدار درست کنیم. آب بدون اکسیژن رو میفرستن توی مخزن بزرگ دومی. اینجا گاز دی اکسید کربن با سرعت خیلی زیادی وارد آب میشه. هرچی حباب‌های دی اکسید کربن بیشتر و بیشتر مخزن رو پر میکنن، فشار آب بیشتر و بیشتر میشه. این باعث میشه حباب‌ها توی آب حل بشن و دیگه دیده نشن. حالا آب گاز داره. فشار مثل بادکنک آماده ی ترکیدنه. وقتی وارد بطری میشه، آب همین جوری میمونه. وقتی دوباره حباب‌ها رو میبینیم که در بطری باز میشه و فشار آزاد میشه و یه صدای وزوز شدید میاد و بعدم حباب‌ها با سرعت میان سطح آب. جالبه نه؟ حالا از دوربین مخصوص هم استفاده میکنم تا مخزن کربوناسیون رو از نزدیک تماشا کنیم. اینجا آب سرد بدون گاز از سردکن میاد توی این لوله و وارد مخزن اول میشه. اینجا تمام اکسیژنش جدا میشه. بعد میره توی این مخزن دومی که اینجا گازدار میشه. دی اکسید کربن میره توی این لوله. بعد خیلی با فشار وارد آب میشه تا وقتی که حباب‌ها حل بشن. آب که گازدار شد از مخزن بیرون میاد و از راه این لوله منتقل میشه به داخل بطری. اینجا هم بطری ها از آب پر میشن. ببینین بطری ها چه زود پر از آب میشن. این یه بطری آب گازدار حاضر و آماده است. حبابی توش نمیبینم. شما چطور؟ حالا بذاریم حباب ها بیان بیرون. وای! شنیدین؟ بیاین دوباره بشنویم. چه صدای پیس قشنگی. درشو که باز کردم گاز آزاد شد و به شکل حباب اومد بالا. حالا با دوربین مخصوصم حرکتو آهسته میکنیم و دوباره میبینیم. این دوربین حرکتو آهسته میکنه. یعنی وقتی بطری رو باز میکنم حباب های گاز آزاد میشن و میتونیم خیلی آهسته تماشاشون کنیم. حالا دکمه ضبط رو بزنیم.
آماده این؟ میبینین که هیچ حبابی نیست تا وقتی که در بطری رو باز میکنم. بعدش هزارها حباب کوچیک به سرعت میان بالا. این عالی بود. همه اون حباب های کوچیک رو هنوز میتونیم ببینیم. اون حباب های دیوکسید کربن منتظر بودن که رها بشن. همین که در بطری رو باز کردم رها شدن. هنوز دارن میان بالا. از کدوم قسمت از ساخته شدن آب گازدار بیشتر خوشتون اومد؟ اسم گازی که آب و گازدار میکنه یادتونه؟ درسته، اسمش هست دی اکسید کربن. صداییو که موقعی باز شدن بطری اومد و شنیدین؟ وقتی دوربین مخصوصم رو به کار انداختم، دیدین حبابا چطوری توی بطری بالا رفتن؟ پس دفعه بعد که آب گازدار بنوشین، میدونین که حبابها چطوری واردش شدن. و تا وقتی بطری رو باز میکنین قایم شدن. حالا وقت خوراکیه. یه کمی ماست بخورم. ماست توت فرنگی. من ماست رو خیلی دوست دارم. شما چطور؟ ولی میدونین ماست از چی درست میشه؟ میدونین ماست از کجا میاد؟ بریم ببینیم چطور ساخته میشه؟ ماست. اولین چیزی که برای ساختن ماست لازم داریم همینجاست. یه عالمه گاو. همه ی ماستا از شیر درست میشن. ماستی که امروز میخواییم طرز ساختشو ببینیم از شیر گاو درست شده. پس برای تماشای درست شدن ماست اول شیر لازم داریم. همه ی این گاوا رو میخوان بدوشن. یعنی شیر رو از پستونشون بیرون میارن. پستونای گاوا رو ببینیم. ریچ گله‌دار رو ببینین که داره یه لوله مخصوص به پستون گاوا وصل میکنه. به این میگن خوشه. شیر آروم از پستون گاو میمکه و از توی این لوله ها میفرستدش به این ظرف پلاستیکی که بهش میگن شیر سنج. این مقدار شیری رو که گاو تولید میکنه اندازه میگیره. وقتی دوشیدن شیر تموم شد، خوشه ها خود به خود می افتند و گاوا برمی گردن به طویله. هر گاو توی یک روز 10 لیتر شیر میده. یعنی 21 از این لیوانا. یعنی برای 70 کاسه کورنفلکس کافیه. ولی شیر چطوری تبدیل به ماست میشه؟ وقتی شیر دوشیده شد، با کامیون میبرنش کارخونه و توی مخزنای بزرگی به اسم سیلوی شیر نگهداری میشن. بعد شیر رو از سیلوها میبرن توی کارخونه تا ازشون ماست درست کنن. اولین مرحله اینه که همه مواد با هم مخلوط بشن. اینجا توی این اتاق مخلوط کن. ماست از شیر و خامه و یکم شیر خشک و یکم شکر درست میشه. وقتی اینا با هم مخلوط شدن، به یه بخش دیگه کارخونه فرستاده میشن. مرحله بعدی اینجا اتفاق میفته و خیلی هم پر سر و صدا است. این لوله ها رو ببینی؟ همه موادی که با هم مخلوط شدن حالا گرم میشن. به این کار میگن پاستوریزه کردن و باعث میشه باکتریای بدی که ممکنه توی شیر باشن از بین برن. مخلوط پاستوریزه وقتی به دمای مناسب برسه وارد یکی از اینا میشه. به اینا میگن مخزن گرم کن. خیلی هم بزرگن. حالا یه ماده خاصی بهش اضافه میکنن که مخلوط شیر رو تبدیل میکنه به ماست. این ماده مخصوص اسمش هست مخمر. توش مخلوطی از باکتریای خوبه. باکتری ها رو باید توی فریزر نگه دارن، چون همین که گرم بشن و برن توی گرم کن شروع می کنن به زیاد شدن.
مخمر به ماست اضافه میشه و بعد میمونه تا کارش رو انجام بده. وقتی مخمر به مخلوط شیر توی این مخزن گرم کن اضافه میشه، شروع میکنه به زیاد شدن. یعنی که دو تا باکتری خوب میشه 4 تا. 4 تا میشه 8 تا و 8 تا میشه 16 تا و به همین ترتیب تا اینکه مقدار زیادی باکتری خوب با شیر مخلوط میشه. داخل این گرم کن ماست کاملا مخلوط شده. حالا با دوربین مخصوصم یه نگاهی بندازیم. وای! چقدر غلیظ و خامه‌ایه. همه یه باکتریای خوب زیادتر و زیادتر شدن. برای همینه که اینقدر غلیظه. تبدیل شده به ماست. ماست رو خنک میکنن تا باکتریا دیگه زیاد نشن. بعد میفرستنش به یه مخزن کوچیکتر. این ماست ساده طبیعیه که همین جوری هم خوشمزه است. برای آشپزی خوبه. حتی شاید گاهی توی خونه با غلات و میوه خشکم خورده باشین. ولی بعضی وقتا بهتره یه کم طعم بهش اضافه بشه. شما ماستو با چه طعمی دوست دارین؟ هلو دوست دارین؟ تمشک سیاه؟ ببینیم این ماست چه طعمی پیدا میکنه. این پوره توت فرنگیه. ماست ساده رو تبدیل میکنی به ماست توت فرنگی. ماست محبوب من. مخلوط کن به ماست و پوره میوه یه رنگ صورتی قشنگی میده. حالا وقتشه که آزمایشش کنن. اینجا گروه ماست رو امتحان میکنن که به اندازه کافی غلیظ باشه. ماست به اندازه کافی غلیظه و آماده رفتن توی ظرف. این ماشین خیلی سریع کار میکنه و توی هر ظرف یه ذره ماست میریزه. ببینین چقدر ظرف اینجاست. این کارخونه میتونه روزی بیشتر از 1,000,000 ظرف ماست درست کنه. من عاشق صدای چسبونده شدن درپوش ظرفام. مثل صدای قطار روی ریل. تموم شد. ماست بسته بندی شده. درست همونی که توی مغازه یا توی یخچال خونتون میبینین. از کدوم قسمت ساخته شدن ماست بیشتر خوشتون اومد؟ یادتون میاد شیر از کجای گاو میاد؟ درسته، پستون گاو. صدای چسبونده شدن درپوشا رو شنیدین؟ دیدین باکتریا چطوری ماست رو غلیظ کردن؟ پس دفعه بعد که یه ماست خوشمزه را توی دهنتون میذارین، میدونین که از شیر گاو درست شده. ممنون گاوا. و میدونین که حباب ها چطور میرن توی آب گازدار. تا برنامه بعد. بریم ببینیم امروز در آشپزخانه جهانی من چه غذایی آماده میشه.